ده ها تن از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سید محمد خاتمی تأکید کردند که در صورت ادامه وضع موجود کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آراء مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت. در همین ارتباط گفتگوی انجام داده ایم با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس. آقای کاظمیان، نامه‌ای که منتشر شده به آقای خاتمی از طرف فعالان سیاسی و اجتماعی رو در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما هدف از نوشتن همچین نامه‌ای چه بوده؟ این نامه که مورد اشاره هستش، من ابتدا به توضیح بدم که افرادی اون رو امضا کردن، بیش از 140 نفر از کنشگران مدنی و فعالین سیاسی در ایران که اینها متعلق هستن به طیف‌های مختلف و امضای اونها ذیل این نامه رو معنی‌دار میکنه، یعنی از دبیرکل جبهه مشارکت آقای محسن میردامادی تا آقای فیض‌الله عرب‌سرخی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که آقای دکتر حبیب‌الله پیمان، که آقای دکتر ابراهیم یزدی، اعضای ارشد نهضت آزادی، شورای فعالان ملی مذهبی، همینطور دیگر اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، یا تیفی از اصلاح طلبان، شخصیت روزنامه نگار، اینها این بیانیه رو امضا کردن، نامه سرگشاده رو، و این خودش معنی‌دار میکنه نامه رو. اضافه بر این باید اشاره کرد به مضمونمون که به هر حال امضا کنندگان نامه استناد کردن به شرطها و تاکیدات آقای خاتمی در چند ماه اخیر برای در واقع یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، یعنی لوازم و شرطهایی که باید وجود داشته باشه تا امکان حضور و شرکت در حال اصلاح طلبان، یعنی نیروهای حامی جنبش سبز در انتخابات پیشرو محقق بشه، از جمله آزادی زندانیان سیاسی به طور مشخص به ویژه رهبران جنبش سبز، فضای آزاد و هم برای احزاب و نیروهای سیاسی و همینطور مطبوعات و پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران. و با توجه به این شرط‌ها و با توجه به بحران‌هایی که کشور مبتلا به اون هست، در این بیانیه هم به اون اشاره شده، از جمله بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همینطور مشکلاتی که در مناسبات با جهان خارج به ویژه غرب وجود داره، امضا کنندگان تاکید کردن به آقای خاتمی که متاسفانه این پیش‌شرط‌ها و لوازم و استانداردها محقق نشده و هیچ چشم‌انداز روشن برای یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نداره. و به ویژه معتقد هستن امضا کنندگان که نه تنها پیش‌شرط‌ها و تأکیدات آقای خاتمی محقق نشده، بلکه شرایط در ایران رو به انفجار بیشتر رفته و نه تنها نشانی از آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران جنبش سبز نیست، که حتی در هفته‌های اخیر شاهد بازداشت‌های جدیدی بودیم، از جمله بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای در ایران. در این شرایط آقای کاظمیان، آیا باید منتظر دریافت پاسخی از سوی حکومت یا دیگر گروه‌های سیاسی بود؟ نامه در ظاهر خطابش به آقای خاتمی هست، ولی به هر حال به شکل معنیداری حاکمیت در ایران رو مورد خطاب قرار داده و همونطور که اشاره کردم با توجه و به استناد بحران‌هایی که مبتلا به کشور هستش، اهم از حاکمیت و جامعه در ایران، راه گریز و راه خروج کشور رو از این بحران‌ها همچنان تحقق شرط‌ها و لوازمی راسته که آقای خاتمی چند ماه پیش من اشاره کردم و در ماه‌های اخیر هم مؤکداً در اونها پا فشردن. البته در این نامه خب از ایستادگی آقای خاتمی، از تاکیدات اصلاح طلبانه ایشون ستایش شده، تقدیر شده و خواهش شده که این روند رو ادامه بدن، اما ارزیابی نیروهای سیاسی نیستش که هیچ چشم‌انداز روشنی برای یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نداره و طبیعتاً متأسفانه با توجه به نحوه برخورد حاکمیت سیاسی در ایران در ماه‌های اخیر و در همین چند هفته اخیر، در روزهای اخیر، به نظر می‌رسه که پاسخی طبیعتاً جز افزایش انتقاد سیاسی در ایران و فشار بیشتر بر فعالین سبز در نیروهای حامی جنبش سبز وجود نداشته باشه برای امضا کنندگان این نامه، اگر تهدیدها بیشتر باشه. و طبیعتاً آقای خاتمی هم به عنوان کسی که در میانه این مجموعه نیروهای اصلاح
مطلع و حامیان جامعه سبز هستم، به عنوان یک شخصیتی که مورد اعتماد طیف‌های مختلف هستم و برای انصاف و علایق و سلایق ملیشون برای وحدت نظر وجود داره و همه اشراف دارن برام، طبیعتا آقای خاتمی هم به ارزیابی نیروهای سیاسی که بهشون نامه نوشتم با یک دیده در حال ارزیابی کارشناسانه نگاه خواهم کرد. اینکه ایشون در حال پاسخ متقابلی بدن چشم انتظار هستش که همچنان که در ارزیابی‌های ایشون بوده مجددا مورد تاکید قرار بدن خواستار خودشون رو و مطالبات نیروهای حامی جنبش سبز رو برای پیش‌شرطی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اما متاسفانه همچنان که امضا کنندگان این بیانیه مورد اشاره قرار دادن هیچ دورنمای روشنی وجود نداره و طبیعتاً انتخابات مجلس یک انتخابات نمایشی خواهد بود بدون حضور نیروهای منتقد و مخالف و بدون تحقق استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه.